اینجا ما یه پرده عضلانی داریم به نام دیافراگ. عصب واگوس ترمز در عرض یک دقیقه یه کارهای جالبی میکنه. واگوس اصلا یعنی این آروم میکنه. الان میگم با هم انجام میدیم. الان ساده است، خیلی ساده است. به محض اینکه این حرکت اتفاق میفته بدن آرام میشه. همچنین بین خواب و بیداریه. الان میفهمیم که چرا این روش کار میکنه. راهکار دوم رو راجبش صحبت کنیم. راهکار دوم خیلی جالبه. راهکار دوم یک کار ساده است که در عرض یک دقیقه ما رو از استرس ریسپانس میبره به ریلکسیشن ریسپانس در عرض یک دقیقه و یه کارهای جالبی میکنه. اون روش چیه و منجر به چه تغییراتی میشه؟ اون روش رو بهش میگن دیافراگماتیک کانشس بریدینگ. اینجا ما یه پرده عضلانی داریم به نام دیافراگ که این پرده عضلانی ریه ها رو، قلب و این بخش بالا رو از محفظه شکمی و اعماء احشای شکمی جدا میکنه. هرگاه این پرده دیافراگم حرکت ارادی داشته باشه، سنسورهای مکانیکی وریدهای اصلی قلب رو تحریک میکنه و عصب واگوس فعال میشه و بدن آرام میشه. چرا این اتفاق میفته؟ مگه عصب واگوس چی کار میکنه؟ راجع به خود عصب واگوس یه توضیح خیلی کوتاه بدم. ببینید، مغز ما از طریق 12 جفت عصب با بدن در ارتباطه و بدن رو کنترل میکنه. این 12 جفت عصب مغزی که بدن رو کنترل میکنن، 8 تاشون اعصاب سمپاتیک هستن، گازه. 4 تاشون ترمزن. 4 تاشون اعصاب پاراسمپاتیکن. از این 4 تا عصب پاراسمپاتیک که ترمز هستن، آروم کننده هستن، اصلی ترینشون عصب واگوسه. مؤثرترین شاخه عصبی که بدن رو آروم میکنه عصب واگوسه. واگوس خودش یه واژه لاتینه به معنای چی؟ پراکنده، گسترده، چیزی که همه جا هست. واژه لاتین این واگوس اصلا یعنی این، یعنی پخشه، پراکنده، چیزی که همه جا هست. چرا؟ چون عصب واگوس بلندترین و گسترده ترین جفت عصب مغزی است و مهمترین جفت عصب مغزی است و یکی از اعصاب مربوط به سیستم پاراسمپاتیکه. ترمزه، آروم میکنه. الان میفهمیم که چرا این روش کار میکنه. ببینید، تنفس به محض اینکه تنفس دیافراگمی میشه. الان میگم با هم انجام میدیم. الان ساده است، خیلی ساده است. به محض اینکه تنفس دیافراگمی میشه، یعنی جوری دم میگیریم که دیافراگ بالا پایین میشه، یعنی ریه ثابته، شکم میاد جلو میره عقب، یعنی ریه ثابته، این ثابته، شکممون تکون میخوره فقط وقتی دم میگیریم. وقتی که شما دم میگیرین، پایین ریه معمولا پر نمیشه، ولی وقتی که ریه رو ثابت نگه دارین، دم رو جوری بگیرین که شکم بیاد جلو، یعنی پایین ریه پر میشه، دیافراگم فشار میده پایین که شکم میاد بیرون. به محض اینکه این حرکت اتفاق میفته، سنسورهای وریدهای اصلی فعال میشن که عصب واگوس رو بیدار میکنه. عصب واگوس وقتی فعال میشه چه اتفاقی میفته؟ 1. ضربان قلب کاهش پیدا میکنه. 2. فشار خون کاهش پیدا میکنه. 3. متابولیزم کاهش پیدا میکنه. در سطح مغزی سیگنال های مغزی از بتا و های بتا میان تو آلفا، امواج آلفا افزایش پیدا میکنن. امواج آلفا همون امواجی هستند که وقتی که شما دیدیم بعضی وقتا توی حالت بین خواب و بیداری هستیم، انگار یه چرتی زدیم خوابیدیم ولی بیدار، یعنی خوابیم و بیداریم، انگار یه استراحتی که خوابیدیم ولی انگار گوشمون میشنوه. یه 10 دقیقه خسته بودین، سرتون گوشین رو دستتون، یه چرتی زدین ولی انگار تو اون دقایق داشتین میشنیدین که بقیه چی میگن.
همچین بین خواب و بیداریه و امواج آلفا به لحاظ فرکانس پایین‌تر از امواج بتا هستند. در وضعیت بیداری امواج مغز سیگنال‌های مغز ما سیگنال بتا است، 14 تا 30 هرتز، ولی امواج آلفا 8 تا 13 هرتز، فرکانسش پایینه، مغز سیگنال‌ها آروم‌تر هستند، فرکانس پایین‌تر هست. به محض اینکه ما این تمرین رو می‌کنیم عصب واگوس فعال میشه، مغز امواجش اینجوری تغییر می‌کنه، امواج آلفا افزایش پیدا می‌کنه، یعنی ذهن و مغز آروم می‌گیره. ضمناً امواج تتا افزایش پیدا می‌کنه. امواج تتا فقط وقتی تجربه میشه که بدن کلاً خوابه. شما نمیتونید در حین بیداری امواج تتا تجربه کنین مگر مراقبه گر قدیمی باشید، بتونید مراقبه بسیار ژرف بکنین، برین توی فضا زمان دیگه، اصلا برین توی قلمرو دیگه، با این که در اون لحظات آگاه و بیدار و هوشیار هستید، نمردین، بیهوش هم نشدین، خوابتون هم نبرده، نشستین مراقبه میکنین، این کارو بلدین، میرین به یه سطحی که انگار بدن خوابه ولی شما خواب نیستین، شما آگاهین، شما بیدارین، شما هوشیارین. یک مراقبه‌گر قدیمی که این مهارت رو داره میتونه در حین بیداری و هوشیاری به تتا دسترسی پیدا کنه. این تمرین یه دقیقه امواج تتا رو افزایش میده. ضمناً ترشح نوروترانسمیترها تغییر میکنه وقتی که عصب واگوس فعال میشه. چه تغییری میکنه؟ اندورفین ها ترشحشون بیشتر میشه. اندورفین ها اون دسته از موادی هستن که وقتی ما درد داریم درد رو آروم میکنن، درد آروم میشه، حتی درد عاطفی و ذهنی، فشار عاطفی و ذهنی آروم میشه. اندورفین ها مثل داروی آرام بخشن. از طرفی ملاتونین، سروتونین، دوپامین افزایش پیدا میکنن. سروتونین هورمون شادیه، افزایش پیدا میکنه. دوپامین هورمون لذت، افزایش پیدا میکنه. ملاتونین هورمون آرامشه، هورمون خواب خوبه، افزایش پیدا میکنه. اندورفین ها ضد دردن، ضد رنجن، افزایش پیدا میکنن. عصب واگوس که فعال میشه با همین روش که در عرض یک دقیقه عصب واگوس رو به شدت فعال میکنه و همه این تبعات رو با هم داره، ما میتونیم از استرس ریسپانس بیایم به ریلکسیشن ریسپانس. خب قبل از این که بخش عملیشو با هم انجام بدیم، من توضیح تئوریکشو کامل کنم، بعد بخش عملیشو انجام میدیم که ساده هم هست، چند دقیقه بیشتر وقت نمیبره و خیلی ساده است. ببینین این دیافراگماتیک کانشس بریدینگ یا تنفس آگاهانه دیافراگمی چرا چنین تأثیراتی ایجاد میکنه؟ یکی از معدود اعمال حیاتی که به شکل اتوماتیک توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک انجام میشه ولی ما هم میتونیم به طور ارادی اونو کنترل کنیم، تنفسه. اغلب اعمال حیاتی که به طور اتوماتیک انجام میشن رو ما نمیتونیم تغییرشون بدیم، نمیتونیم هیچ کارشون بکنیم، یه مکانیزم خودش عمل میکنه. تنفس یکی از اون مواردیه که بدونی که ما بهش فکر کنیم یا ما اراده کنیم خودش داره انجام میشه، ولی تنفس رو ما میتونیم ارادی انجام بدیم. نکته مهم اینه که تنفس حلقه اتصال ذهن و جسمه، برای همین خیلی مهمه. دم حیات، دم گرفتن، تنفس حلقه اتصال ذهن و جسمه. به همین دلیل اولین واکنش بدن در مقابل استرس یا شرایط متفاوت ذهنی در تنفس نمود پیدا میکنه. به محض اینکه دچار ترس یا استرس میشیم نفس کوتاه میشه، نفس عمیق نمیتونیم بگیریم، راحت نمیتونیم نفس بکشیم، اکسیژن گیری کم میشه، اکسیژنی که به خون و مغز میرسه کم میشه، بدن اسیدی میشه، چون اکسیژن اصلی ترین عامل قلیایی کننده بدنه دیگه. مثلا خام گیاهخواری منجر به قلیایی شدن میشه. چرا؟ یون اکسیژن، یون فراوان اکسیژن. به محض اینکه میترسیم، نگران میشیم، دچار استرس میشیم، نفس کوتاه میشه، نفس تند میشه،
و تمام مکانیزما به هم میریزه. به محض اینکه آروم میشیم، نفس عمیق میشه، بلندتر میشه و مکانیزم های مغزی رو تغییر میده. همونطور که ذهن روی نفس تأثیر میذاره، نفس روی ذهن تأثیر میذاره. نکته مهم اینه، از طرفی عرض کردم که تنفس یکی از معدود اعمال حیاتی است که اتومات انجام میشه، ولی ما میتونیم خودمون به طور ارادی اونو تغییرش بدیم. تو این تمرین نکته مهم اینه که از اون لحظه ای که شما شروع میکنین خودتون ارادی دم میگیرین، از همون لحظه ها بلا فاصله بیدرنگ اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به گونه دیگری عمل میکنن. از همون لحظه شما آگاهانه شروع میکنین دم بگیرین، مکانیزم سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک در رابطه با تنفس تغییر میکنه. و نکته ای که هست اینه که تنفس دیافراگمی یا شکمی که عمیق و آرام به شکل ارادی انجام شود، کاری که الان میخواییم بکنیم با هم، بلا فاصله منجر به همون اتفاقاتی میشه که اینجا توضیح دادم. عصب واگوس رو فعال میکنه، اون هورمون ها ترشح میشن، فاز مغز عوض میشه، سیگنال های مغزی عوض میشه و همه اون چیزایی که عرض کردم خدمتتون قبل از آن تراک، همه اون اتفاقات میفته در عرض کمتر از یک دقیقه. میخوایم این کارو با هم انجام بدیم و خب سیستم ایمنی هم بلافاصله روشن میشه، اگه خاموش هم باشه روشن میشه. یکی از محدود اعمال حیاتی که میتواند هم به طور خودکار و بدون فکر و هم به شکل ارادی و کاملا آگاهانه انجام گیرد تنفس است. به دلیل این ارتباط خاص ما بین ذهن و بدن، الگوی تنفس ما میتواند نقش تعیین کننده بر میزان استرس داشته باشد و واکنش آرامش ایجاد کند. تنفس یکی از حساس ترین نشانه های استرس و همچنین اتصال حیاتی بین ذهن و بدن است. با افزایش آگاهی بر تنفس و تغییر ارادی ریتم آن میتوان بیدرنگ واکنش استرس را به واکنش آرامش تبدیل کرد و سیستم ایمنی را بلافاصله روشن کرد. باید توجه داشت که تنفس شکمی یا دیافراگماتیک بریدینگ آهسته و عمیق بیشترین، قوی ترین و سریع ترین تأثیر را بر سیستم ایمنی اول و بعد سیستم عصبی و قلب ایجاد می کند. وضعیت ذهن تحت تأثیر تنفس بیدرنگ تغییر می کند و بالعکس. پس نفس بکش و آروم بگیر. و اینکه به چه شیوه‌ای الان عرض می کنم، منابع رو اگه می خواین عکس بگیرین که داشته باشین، اینا مال دانشگاه‌های مهم دنیاست، دانشگاه هاروارد، دانشگاه‌های مهم این سازمان سلامت ملی امریکاست و یک صفحه دیگه هم هست، چند تا مقاله هست، اینا هم جالبن. هزاران مقاله هست راجع به این موضوع، ولی این مقالات خب خیلی جالبن. و اما روش عملی، ببینین الان ما میخواییم به این شکل تنفس کنیم که بتونیم فقط از شکم دم بگیریم. لطفاً دست راستتون رو بذارین رو قفسه سینه، دست راست رو قفسه سینه، دست چپتون رو بذارین رو شکمتون. ببینین میتونین یه جوری همینطور که دارین عادی دم میگیرین، همینجوری معمولی دارین دم میگیرین، ببینین میتونین یه جوری دم بگیرین که قفسه سینه تکون نخور. این ثابته. فقط شکمتون بیاد جلو و بره عقب. وقتی دم میگیرین شکم میاد جلو، وقتی بازدم میکنید شکم بره تو. شکم میشه؟ همه تونستن؟ کسی هست که نتونسته باشه؟ خیلی خوب، یه قدم بریم جلو. ببینید آیا میتونین جوری دم بگیرین که انگار در هر دم دارین دوتا دم میگیرین؟ یعنی اول قفسه سینه ثابته، شکم میاد جلو، در ادامهش
ریه ری... انگار دو تا نفس میگیرم، انگار با هر نفس دو تا نفس میگیرم. یعنی اول شکم، اول شکم میاد جلو، دم میگیرم، بعدش ریه‌مو پر میکنم، انگار که دارم دو تا دم میگیرم. ببینید میشه؟ شد؟ همه میتونن؟ خیلی عالی. حالا میخوایم برعکس این کارو با بازدم بکنیم. یعنی وقتی دم میگیریم اول شکمه بعد ریه است، ولی وقتی بازدم میکنیم اول بازدم ریویه بعد شکمه. ببینید آیا این کارو میتونیم بکنین؟ یعنی دم که میگیریم اول شکم و بعد ریه، انگار دوتا دم گرفتم. موقع بازدم اول بازدم ریوی و بعد شکمی. ببینین میشه یا نه. میشه؟ بله. همه تونستن؟ شما نتونستین؟ کجا مشکل هست؟ خب درسته، مسئله اینه که ما خودمون به شکل ارادی میخوایم اینجوری دم و بازدم کنیم که اول شکم بیا شکم رو پر کنیم، بعد ریه رو پر کنیم، و موقع بازدم خودمون ارادی، خودم به اراده جوری بازدم کنم که شکم همونجا بمونه، اول ریه تخلیه شه و بعد شکم تخلیه شه. متوجه شدین؟ یه بار دیگه تست کنین، بدونی که به خودتون فشار بیارین، بدونی که فشاری به خودتون بیارین. یعنی همون جوری که در دو قسمت دم میگیریم در دو قسمت بازدم کنیم، یه بار دیگه انجام بدین. میشه؟ شد؟ سخت نبود که؟ بسیار خوب. شد، ولی شد، میشه. باید یکم تمرین کنین. همین که الان شد یعنی شما میتونین این کار رو انجام بدین. حالا یکم تمرین باید بکنین. میرین خونه امشب تمرین کنین. میتونین. الان تونستین یعنی میتونین. حالا میخوایم یک کاری کنیم. اینو با یه ریتم مشخص بگیریم. میخوایم ریتم ارادی، میخوایم ریتم کنترل کنیم. اینه که باعث اون اتفاق میشه. یعنی برای دو ثانیه دم شکمی میگیریم، برای دو ثانیه دم ریوی میگیریم، برای دو ثانیه بازدم ریوی میکنیم و برای دو ثانیه بازدم شکمی میکنیم. من میشمرم، شما نشمرین، شما انجام بدین. من میشمرم براتون. من میگم 1001، 1002، 1001، 1002، 1001، 1002، 1001، 1002. هر کدومش یکی از اوناست. متوجه شدین چی شد؟ بعد از اون دوباره 1001، 1002 بعدی یعنی چی؟ یعنی دم شکمی بعدی. میخوایم سه تا از اینا با هم بگیریم. حاضرین؟ پیشنهاد میکنم که از دستتون کمک بگیرین اگه دوست دارین. و پیشنهاد میکنم چشمتون رو ببندین، حواستون به نفستون باشه، چشم ببندین. بریم. 1 2 3. 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1001 1002 شد. ببینین این دفعه اولی که انجام میدین، یادتون باشه که جلسه اول یا دفعات اول این تمرین به جای اینکه استرس رو کم کنه بیشتر میکنه.
چرا؟ چون مکانیکش رو بلد نیستیم، مکانیک این حرکت رو بلد نیستیم. روش‌های مختلف تنفسی وجود داره. یه روش تمرین تنفسی برای اینکه ما چجوری به خواب بریم، تمرین تنفسی وجود داره برای کسایی که بیخوابی دارن، اینسومنیا دارن، چجوری بتونن راحت بخوابن. تمرین تنفسی وجود داره برای کسانی که صبح که بیدار میشن نمیتونه بلند شه، بیدار شده ها، نمیتونه بلند، نیم ساعت طول می جون میکنه تا از تخت بیاد بیرون، نمیتونه بلند شه، چجوری همونجا انرژی رو بیاره بالا که بلند شه. تمرین تنفسی داریم برای اینکه عمیق بشیم، مراقبه کنیم. تمرین تنفسی داریم برای اینکه بتونیم انرژی هامون از پایین‌ترین مراکز انرژی و چاکراها بیاریم بالا، بیاریم این بالا. تمرین تنفسی داریم برای اینکه انرژی رو تو یک قسمت مشخص بچرخونیم. تمرین تنفسی انواع و اقسام دارن. این روش روشی است که بیش از 40 سال روش تحقیق دانشگاهی شده. ساده ترین و عمومی ترین تمرین تنفسیه. این چیز پیچیده ای نیست. میخوام خواهش کنم یه بار دیگه با همین کار رو انجام بدیم. این دفعه بدن تنس نباشه، سف نکنین بدنو، به خصوص عضلات پشت گردن سف نشه. بدن راحته، ما میخوایم این کار رو راحت انجام بدیم. من براتون میشمرم، شما بریم همون جوری یک و دو، یک و دو، یک و دو، یک و دو، سه تا دم و بازدم. حاضرین جانم؟ کامل نه، لزومی نداره کامل، نه، اصلا خود کامل فشار میاره. اینکه من شکم رو پر پر کنم، ریه رو پر پر کنم، خود این فشار میاره. قراره ما این کارو بدون فشار انجام بدیم. همین که شما دم گرفتین، شکم اومد جلو، یعنی دارین دم شکم میگیرین، بعضی دو ثانیه بسه، بسه، پرم نشد عیب نداره. برین رو سینه، برین رو قفسه سینه، دو ثانیه بعدیش رو قفسه سینه بگیرین، باز اون پر لازم نیست پر پر بشه، فشار ایجاد میکنه. این کارو قراره به نرمی انجام بدیم. متوجه شدین؟ بریم همگی با هم سه تا از این نفس ها. راحت بشینید، چشما رو ببندید. یک، دو، سه. هزار و یک، هزار و دو، 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 هزار و یک، هزار و دو. شد؟ همه تونستن؟ سخت نبود؟ عالی. حالا بریم سراغ تمرین اصلی. این آمادگی تمرین اصلی بود. تمرین اصلی چجوریه؟ وقتی به این نکته لطفاً دقت کنین، لطفاً به این دقت کنین، ببینین، به محض اینکه شما تنفس رو ارادی انجام میدین، با دم اعصاب سمپاتیک رو فعال میکنین، با بازدم اعصاب پاراسمپاتیک رو فعال میکنین. اعصاب پاراسمپاتیک ترمزه، آروم کننده است. تمرین تنفسی که ما رو از استرس میاره به آرامش، تمرینیه که باید تایم بازدم بیشتر از تایم دم باشه. متوجه شدین چی شد؟ تایم بازدممون باید طولانی تر باشه. یعنی تایمی که ما اعصاب پاراسمپاتیک رو فعال میکنیم باید بیشتر باشه از تایمی که دم میگیریم و اعصاب سمپاتیک رو فعال میکنیم. فرمتی که پیشنهاد میشه 2-2-4-4 هست. دو ثانیه دم شکمی، دو ثانیه دم ریوی، پر که شد خیلی آروم باید بازدم کنیم. 4 ثانیه باید بازدم ریوی کنیم، 4 ثانیه بازدم شکمی کنیم. متوجه شدین چی شد؟ تمرین درست اینه. ممکنه اولین بار مشکل باشه، خرابم شد، اشکالی نداره. چند بار اینو با هم تمرین میکنیم. الان میخوایم یه بار تمرین درست رو انجام بدیم. اون تمرین درست تر رو انجام بدیم.
من براتون میشمرم، شما ریلکس میشینین، چشما رو میبندین. یادتون باشه که 1001 1002 اول اینجاست، 1001 1002 دم ریویه، بعد 4 تا میشمرم باز دم ریوی، 4 تا میشمرم باز دم شکمی. متوجه شدین؟ برای بازدم اگه تحت فشار قرار گرفتین رها کنین، چون دفعه اولتون ممکنه فشار بیاره. بریم، یک، چشا رو ببندین، بدن رو رها کنین، راحت بشینین، شل بشین، بدن رو رها کنین، چشما رو ببندین، با هم بریم، 1 2 3، 1001 1002 1001 1002، 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004 1001 1001 1002 1003 1004
تونستین انجام بدی؟ بله؟ متوجه نشدم. خیلی عالی تونستین. چقدر خوب. شما؟ بهتر شد. بهتر شد. سرعت بازدم که بیشتر شد. آها. بله بله احتیاج به تمرین داره. ببینید من خودم این تمرینی که انجام میدم هر یه نفسم بالای یه دقیقه است. این هم چیز عجیبی نیست. من فقط یکم تمرین کردم. خود شما دو هفته تمرین کنین میریم بالای یه دقیقه. اولش اینجوری که شما میگین 4 ثانیه، این 4 ثانیه چیزی نیست. ریه یکی از اون اعضایی است که به سرعت تغییر میکنه، ورزیده میشه و تطبیق پیدا میکنه. ریه تمرین رو انجام حالا خواهید دید دیگه. یکی دو هفته ای شما راحت میشینین، دما رو میگیرین، بازدم و نرم، و بعد میدونین امواج آلفا و امواج تتا میره کجا. در عرض دو دقیقه یه کاری میکنین که با 4 ساعت مراقبه نمیشه کرد. با تنفس تنفس خیلی عجیبه و ساده است و هر جایی میتونین انجام بدین. من میخوام خواهش کنم که اینو یه بار دیگه با هم بریم. اگر کسی نتونست میشه بگه؟ اگر کسی نتونسته نمیتونه این کار انجام بده. همه تونستن؟ خیلی عالیه. من میخوام یه بار دیگه همین تمرین درسته، یعنی بازدم های 4 ثانیه ای رو تکرار کنیم. این بار شما لطفاً توجه کنین بدن سفت نشه، بدن سفت نشه، به خصوص عضلات پشت گردن. این نباید سفت نباید بشه، این باید شل باشه، گردن رها باید باشه، این باید راحت باید باشه. میخوام راحت تر انجام بدیم. متوجه شدین؟ لطفاً بدن رو رها کنین، بدن شل باشه، دستا پا رها کنین، بدن رو، چشماتون رو ببندین. بریم با هم. 1 2 3 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1001 1002 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1003 1004 شد؟ همه تونستن؟ عالی. این تمرین یه شکل ادوانس یا پیشرفته هم داره که اونم ساده است، واقعا ساده است. حبس نفس داره. بعد از دم رو 2 ثانیه شکمی، 2 ثانیه ریوی، دم رو میگیرم، گرفتم، حبس میکنم. 4 ثانیه حبسه، نفس رو حبسه، نگه داشتم. بعدش
4 ثانیه بازدم ریوی، 4 ثانیه بازدم شکمی. لطفاً تو اون 4 ثانیه‌ای که نفس رو حبس می‌کنین، نگه می‌دارین، همه حواستون توی مغزتون باشه. مغز رو حس کنین، انرژی مغز تغییر می‌کنه. این تو باشین. این تو باشیم. می‌خوایم مغزمون رو احساس کنیم. شاهد مغزمون هستیم. تو اون 4 ثانیه که حبس می‌کنیم. بریم با هم. پس من دوتا می‌شمارم. 3 تا 4 ثانیه میشمرم. لطفاً راحت بشینید، بدن رو راحت بذارید، لطفاً چشم ها رو ببندید و با هم بریم. 1 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1
همه تونستن انجام بدن؟ خب من یه تقاضایی دارم، ما میخوایم یه بار دیگه اینو انجام بدیم. من نمیشمرم. من میخوام خواهش کنم خودتون اینو انجام بدین. ساعتو من میدیدم میگفتم، شما که ساعت نمیبینین که. مهم نیست اگه تند و کند بشه، بدون هیچ وسواس ذهنی. اگه یکم تندتر شد و کندتر شد اصلا مهم نیست. چرا بشمرین؟ اون ریتم مهم، اون ریتم کار میکنه، اون ریتم روش تحقیق شده، اون ریتم مهمه، اون باید همون باشه. خودتون بشمرین. به همین شکل 1001، 1002 من رو ساعت میدیدم. شما حالا ساعت نمیبینین، چشتون بسته است، شما حواستون به دم و بازدم باشه. تو ذهنتون ولی بشمرین، خودتون انجام بدین. با حبس جانم. بله بله حتما. چشم حت بله. ببینین ما اینجا بخش دمو که میدونین دیگه، دو تیک هست دممون. اول دم شکمی 2 ثانیه، بعد 2 ثانیه دم ریویه. تا اینجا واضحه؟ بعدش 4 ثانیه حبس میکنیم قبل از اینکه بازدم کنیم. 4 ثانیه حبس میکنیم، دو تا دم شکمی و ریوی رو گرفتم، حبس میکنم برای 4 ثانیه. بعد از 4 ثانیه 4 ثانیه بازدم ریوی میکنم به نرمی و 4 ثانیه بازدم شکمی میکنم به نرمی. یعنی بین دم و بازدم یه حبس اضافه کردیم. 4 ثانیه حبس نفس اضافه کردیم. چیزی که اضافه شد این بود. متوجه شدین؟ متوجه شدین شما؟ خیلی خوب. الان من میخوام خواهش کنم که شما خودتون با ریتم ذهنی، با شمارش خودتون این کار رو انجام بدین. میخوام 3 تا دم همینجوری بگیریم. بریم. لطفاً بدن رو راحت بذاریم و چشم ها رو ببندین و بریم. خیلی ممنونم، مرسی.
تونستین انجام بدین؟ بله. سخت که نبود که. بله. وقتی شما داشتید آها. طبیعیه. ببینین چند جلسه که اینو انجام بدین، تکرار، تمرین، واقعا بعد از چند جلسه میدونین ریتم اتومات میشه تو ذهنتون. دیگه نمیخوام بگین 1001 1002 1001 1002، اینجوری نیست دیگه. این خودش میشه، خودش میشه. تمرین میخواد. Practice makes perfect. کار نیکو کردن از پر کردن است. تمرین کنین انجام میشه. میخوام تقاضا کنم که این تمرینو حتما تا فردا که میایین دو بار سه بار، یه دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، دو دقیقه، یک دقیقه، واقعا یه دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، انجام بدین. چون این تمرین تغییر خواهد کرد فردا، ولی الان بگم قاطی پاتی میشه دیگه. ولی شما باید حداقل چند بار اینو انجام داده باشین که فردا میان یه کار دیگه میخوایم بکنیم شما بتونید انجام بدین. لطفا اینو چند بار انجام بدین حتما. جانم؟ برای عالی، برای قبل از مراقبه عالیه، اصلا عالیه. ببینین این تمرین به دلیل اینکه اعصاب پاراسمپاتیک رو بیشتر فعال میکنه، آرام کننده است، برای شب به ویژه قبل از خواب خیلی مناسبه. ضمناً وقتی شما دراز میکشین افقی هستین، عصب واگوس بیشتر فعاله، چون میخواین استراحت کنین دیگه. اصلا شما دراز میکشین بدن میفهمه الان وقت ترمز، آروم شو، آروم باید بشه همیچ. به همین دلیل این تمرین رو اگر قبل از خواب که دراز کشیدین انجام بدین خیلی موثرتره. اتفاقا من الان دارم ایستاده این تمرین رو میکنم، شما نشسته، شما باز بعضیتون الان بهتر، ولی اگه دراز بکشین خودش عصب واگوس رو تحریک میکنه دراز کشیدن. تمرین تنفسی 2-2-4-4 یک روش ساده برای عموم است. همین کاری که کردیم، در این روش تعداد تنفس از 16 بار در دقیقه به 5 بار کاهش مییابد. به طور عادی آدما در شرایط معمولی وقتی در حال ورزش، دویدن، نفس زدن نیستن، یه آدم معمولی یه جا نشسته داره نفس عادی میکشه، به طور میانگین 16 بار در دقیقه دم و بازدم میکنه. شما وقتی این کارو میکنین، همین تمرین رو انجام میدین، 2 ثانیه میگیرین، 4 ثانیه بازدم میشه 12 ثانیه دیگه، یه دقیقه 60 ثانیه است. یعنی شما 5 بار دم و بازدم انجام میدین، به جای 16 بار در دقیقه 5 تا در دقیقه انجام میدین. کاملا بدن آرام میکنه. وقتی حبس نفس اضافه میکنید بهش 4 ثانیه، دیگه 12 ثانیه‌تون میشه 16 ثانیه، یعنی در هر دقیقه 4 تا دم و بازدم میگیرید به جای 16 تا 4 تا میگیرین. پس از یادگیری 4 ثانیه حبس اضافه کنین، در حین حبس نفس تمام توجه به مغز، با حبس نفس تعداد تنفس به 4 تا میرسه، در حالت درازکش بهتره چون عصب واگوس فعال میشه. تمرین رو آگاهانه انجام بدین، یعنی بدون فشار و بدون عجله. بریم سراغ راهکار سوم. یه بحث بسیار 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 مهم و شگفت‌انگیز و خیلی مؤثر.